فرابورس نزدک آمریکا بزرگترین بازار الکترونیک جهان در قلب آمریکا است. مقر اصلی بورس نزدک در میدان تایمز شهر نیویورک. عبارت نزدک به معنی سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار. این بازار در 8 فوریه سال 1971 توسط انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار تأسیس شد و اولین بازار سهام الکترونیکی جهان نام گرفت. در ابتدای تأسیس فقط یک کامپیوتر برای داده‌های اطلاعاتی داشت و عملاً ارتباطی بین خریداران و فروشندگان برقرار نبود. به برنامه بازار بورس نزدک چیست خیلی خوش آمدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. به برنامه‌های قبلی ما هم سر بزنید. لایک و کامنت فراموشتون نشه. این بازار باعث پایین آمدن مقداری از سپرده ها شد. نزدک از لحاظ امنیتی مانند سیستم کنترل برق ایالات متحده آمریکا یا سیستم کنترل پرواز از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. البته این به این معنای غیر قابل نفوذ بودن آن نیست. همچنین چند وقت پیش بود که نزدک هک شد. با این وجود سیستم اینترنتی مبادلات ارزی نزدک همچنان جز اهم‌ترین سیستم‌های امنیتی به شمار میاد. نزدک دارای بیش از 3200 کمپانی شامل شرکت‌های ارتباطی، مخابراتی، حمل و نقل و خدمات مالیه و برخلاف بازار وال استریت و بورس نیویورک، بازار نزدک کاملاً الکترونیکیه و تا سال 1987 اکثر معاملات از طریق تلفن انجام شد. اما در جریان حادثه اکتبر سال 1987 اشاره به دوشنبه سیاه می‌کنیم. بازارها با تلفن‌ها پاسخ نمی‌دادند و به همین دلیل سیستم انجام دستورات کوچک که شیوهی الکترونیکی برای وارد کردن معاملات معامله‌گران بود برقرار شد. نزدک بزرگترین بازار بورس معاملات امریکاست. ارزش بازار بورس نزدک 10 تریلیون دلار بوده و حجم معاملات آن به 982 میلیارد دلار میرسه. توجه داشته باشید که بازار بورس نزدک آمریکا با نیویورک متفاوته. و اما ماجرای دوشنبه سیاه چه بود؟ دوشنبه سیاه نامی است که به روز دوشنبه 19 اکتبر سال 1987 دادند، زمانی که شاخص DJII سقوط نمایشی خود را همزمان با سقوط سراسری بورس‌های جهانی شروع کرد. در آخر ماه اکتبر بازار سهام هنگ کنگ 45.8%، استرالیا 41.8%، انگلستان 26.4%، آمریکا 22.6%، کانادا 22.5% سقوط کردند. دوشنبه و سه‌شنبه سیاه برای 28 و 29 اکتبر 1929 نیز به کار می‌رود، یعنی بعد از پنج شنبه سیاه در 24 اکتبر سال 1929. سقوط دوشنبه سیاه دومین سقوط در تاریخ بازار سهام. اولین سقوط در روز شنبه 12 دسامبر 1914 بود، وقتی که شاخص DJIN سقوطی 24.39% رو تجربه کرد. در آن واقعه بازار نیویورک تا جولای به دلیل بدهی خارجی ناشی از جنگ جهانی اول تعطیل بود. حادثه سال 1987 دارای رموزی بود. تعداد زیادی از افراد برجسته معتقدند که خبر و واقعه مهمی در دوشنبه سیاه رخ نداده بود که باعث چنین ریزشی بشود. مهمترین فرضیات عقلانی درباره علت این رویداد فرایض بازار کارآمد و موازنه اقتصادی بیان شده. بحث‌ها و دلایل‌ها هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها از آن موقع همچنان بدون رسیدن به نتیجه ادامه پیدا می‌کند.
بورس نزدک در طول شبانه روز 6.5 ساعت کاری رو به خود اختصاص میده و از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح به وقت محلی ایالات متحده، یعنی 17 به وقت تهران، تا ساعت 16 به وقت محلی ایالات متحده 30 دقیقه بامداد به وقت تهران فعالیت خودش رو ادامه میده. در هر روز کاری با به صدا در آمدن زنگ وال استریت، این بورس میزان هزاران سهامدار رو خواهد دید. وال استریت در طول روزهای کاری بسیار پر رفت آمد و شلوغه، اما برخی از سهامداران برای فرار از شلوغی معاملات قبل از شروع ساعت کاری رو با معاملات پس از پایان ساعت کاری انتخاب می کنند. در بازار نزدک این امکان مهیاست که قبل از شروع بازار و پس از اتمام بازار نیز سهامداران به خرید و فروش بپردازند، اما زمینه فعالیت این دو بازه یه زمانی با ساعت‌های اصلی بازار کمی متفاوته. معاملات پس از بازار. هر روز پس از تعطیلی بازار در ساعت 16 تا 20 به وقت محلی آمریکا، معامله‌گران می توانند به داد و ستد بپردازند. بسیاری از گزارش عملکردها و گزارش حسابرسی شرکت‌های بورسی پس از ساعت‌های معاملاتی یا حتی قبل از شروع بازار انتشار پیدا می‌کنند و این باعث می‌شود که ارزش ذاتی سهام نوسان پیدا کند. تعدادی از سهامداران که نوسانگیر هستند و از تغییر ارزش ذاتی سهم و سود میبرند، این ساعت‌های معاملاتی را انتخاب میکنند. مختصری در مورد بازار بورس نزدک شنیدید و دیدید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه‌های بعد و برنامه‌های قبلیمون هم یه سری بزنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید، لایک و کامنت فراموش نشه. شب و روزگارتون خوش.